سلامتون چطوره؟ اصلا قرار نیست در این ویدئو من در مورد سوالات شما در مورد جمگیری پاسخ بدم. واقعا اینقدر دیگه در مورد جمگیری توی این کانال من صحبت کردم و به سوالاتتون پاسخ دادم که دیگه خودم دیگه واقعا زخمی شدم. توی این ویدئوی کار خیلی باحالتر میخواییم بکنیم. اصلا کل یه فرایند جرمگیری دندون رو اصلا خودتون ببینین، انگار که شما دندون پزشکین دارین کار رو انجام میدین. تصاویر با میکروسکوپ دندون پزشکی تهیه شده از انجام مراحل جرمگیری دندون، ببینین مراحل چطوریه. خوب نگاه کنین این ویدئو رو، ویدئوی باحال رو، خودتونم خود به خود جواب سوالاتتون رو میگیرین. اصلا دیگه نیازی نیست من حرفی بزنم، چیزی بگم. شاید خیلیاتون تا حالا جیمگیری هم کرده باشه، ولی اینکه از نزدیک ببینی دقیقاً موقع جیمگیری دندون چه اتفاقی میفته خالی از لطف نیست. با هم ببینیم یکی که منم توضیح میدم روی فیلم هم البته براتون که چی به چیه و چه اتفاقی داره میفته. بریم که بریم. خب یه کیسی براتون گذاشتم، همچین مشتی جرم داره ها، عشان جرم داره، هم جرم داره هم استین داره. میخوام فرق اینا رو هم در این حال بهتون بگم که چی هستش، این اصلا این جرمه چیه، استینه چیه. الان این قسمت هایی که بهتون دارن نشون میدن اینجوری برق میزنه، اون قسمت ها جرمه. خب جرم مثل همون سو سماور دیدین جرم جمع میشه، یه حالت آهکی داره، یه ساختار این شکلیه. در واقع جرم هم دقیقا همینه. این به خاطر محتوای کلسیومی که بالاخره توی بزاق هست، اینا روی پلاکای دندانی که خیلی کهنه میشن یواش یواش رسوب میکنن، باقی میمونن و حالت کلسیفیه پیدا میکنن و یواشاش میشه جرم. خب رنگدانه ها فرق میکنه، حالا مثلا جلوتر بهتون میگم. این جرمه یه جور برداشت میشه، رنگ دانه یه جور دیگه برداشت میشه. همش دارم سعی میکنم یه جوری سادهش کنم قضیه رو، سخت با من یه جوری ساده کردنش. آره همینطور که تو تصویر داریم میبینین، اولین کاری که ما میکنیم این جرما رو باید برداریم. از پای دندون خیلی نزدیک به لثه تشکیل میشن و دستگاه های اولتراسونیک یا به قول معروف همون دستگاه های فراصوت مسئول این کار هستن. با اون ارتعاش ویبرهی که داریم میبینین، فقط کافی این ارتعاش تماس پیدا کنه با اون جرم دندون، جرم رو میتره کنه و پخشش میکنه و باعث میشه که کنده بشه، از ساختار دندون جدا بشه. چون این جرم ها خیلی اتصال محکمی به دندون ندارن، یعنی دارم این ویبره بهش وارد بشه، متلاشیش میکنه، میریزش بیرون. خب اینها اینجا الان دقیقا روی این پنسه نگاه بکنید ببینید دقیقا اینا جرم هستش. این جرم دندون دقیقا هم یه حالت سختی هم داره. اما این قسمت هایی که الان داریم بهتون نشون میدیم و نمایش داده شد، اینا در واقع استین هستش. استین این رنگ دانه. خب این رنگ حالت اینجوری رنگ واقعا. خب این رنگ از کجا میاد؟ خب رنگ معمولا منشأ خارجی داره دیگه. مثلا ما چای میخوریم، قهوه میخوریم، عرض به حضور شما مواد غذایی که میخوریم داخلش رنگ هست، نمیدونم سیگار میکشن، قلیون و نمیدونم، تمام اینا رنگدانه داره و این رنگدانه هم میاد روی دندون رسوب میکنه و مرور زمان دندون رنگ میگیره. خب اینا رو چطوری بر میداریم؟ این تو مرحله بعدی کاری که میکنیم در واقع بهش میگن بروساش کردن. اصطلاح شما شاید شنیده باشه، یعنی جرمگیری و بروساش خیلی در واقع اصطلاح رایجی هستش. همونطور که میبینین این خمیره، یه خمیره مخصوصیه بهش میگیم خمیر جرمگیری یا خمیر عرض کنم پروفیلاکسی اصطلاحا. یه مقدار ساینده هستش، یه مقدارش هم مواد طعم‌دار و اونجور چیزا. این مثل یه جور خمیر دندان مخصوص میمونه در واقع. یه بروس مخصوص همونطور که میبینین روی سر آنگل در واقع هندپیس لو اسپید ما در واقع بسته شده، وارد چرخشی داره این در واقع خمیره رو میماله روی سطح دندون و از این طریق اون استین ها رو بر میداره. در واقع میتونم بگم عمده استین ها رو بر میداره، چون حالا ببینیم یه خود جلوتر میبینیم یه سری استین ها یه جایی باز باقی میمونن. این کار بهش میگن اصطلاحا پروفیلاکسی کردن یا عرض کنم که بروساش کردن. باعث میشه که مقدار زیادی از این رنگدان ها هم از سطح دندون پاک بشه و دندون ها تمیز بشن. اما یه مسئله که هست، یه قسمت هایی بالاخره یه جاهای بینابین دندون، خطوط بین دندون، این بروسه نمیتونه نفوذ بکنه. یا مثلا بعضی افراد میکنن یکی دو دندونشون کج باشه، اون قسمت هایی که کج هستش این بروسه نفوذ نمیکنه، نمیتونه تمیز کنه، استین ها توی ناحیه ها باقی میمونن. اینجاست که از
این دستگاه استفاده میکنیم که اصطلاحاً بهش میگن دستگاه ایرفلو یا پروفیمیت. خب در واقع دستگاه چیه؟ میاد یه مخزن داره، داخلش یه پودر مخصوص خودش ریخته میشه، بعد ترکیب هوای فشرده یعنی هوای کمپرسور با آب رو بیاد با هم قاطی میکنه، میه این پودره رو هم بر میداره قاطیش میکنه، این ترکیب پودر رو در واقع آب و هوای فشرده اسپری میشه روی دندون با شدت. خب و این در واقع باعث میشه که تو اون نقاطی که موقع برساش کردن دسترسی ندیدن، حتی اون نقاط هم در واقع چون بالاخره هوا و آب دیگه جریان پیدا میکنه، بره اون قسمت ها رو برامون قشنگ تمیز بکنه و واقعا جایی از دندان باقی نمونه که تمیز نشده، همینجور رها شده باشه. خیلی شبیه کارواشه این، و خیلی وقتا مریضا میگم میخواد دندوناتو کارواش بکنن، واقعا خیلی خیلی دندونا رو تمیز میکنه این تکنیک، این روش. مسئله اینجاست که خیلی متداول نیست، یعنی خیلی از دندانپزشکا من نمیدونم چرا ولی دوست ندارن از این روش استفاده کنم. من خودم بدون این روش اصلا امکان نداره جرم‌گیری، یعنی حتما پای ثابت جرم‌گیری کردنم استفاده از در واقع دستگاه پروفیمیت هستشون، اعتقاد دارم واقعا پاک کنندگی فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه و نتیجه نهایی کار وقتی نگاه میکنه هیچ استینی دیگه باقی نمونده، خیلی رضایت بخشه در واقع. خب بعد از اینکه داریم میبینیم در واقع همه استینا رو پاک کردیم و جرم ها هم برطرف شد و اینقدر میبینیم تصویر قشنگ و خوشگل آینه‌ای شده، بعد این پالیش بشه یعنی پرداخت بشه، یعنی دندون بعد از اینکه حالا ما اومدیم جرم‌گیری کردیم، از اولتراسونیک استفاده کردیم، برساش استفاده کردیم و بعد اومدیم ایرفلو استفاده کردیم، ممکنه یه مقدار تخلخل مثلا خراش، خط و خش این چیزا روی دندون، مینای دندون ایجاد شده باشه، اینها خودشون عامل میشن که بعداً دوباره رنگ دوباره شروع بکنه روی دندون همونجا در واقع تشکیل شدن یا جرم دوباره تشکیل شدن. ما میایم با یه استفاده از یه وسیله مخصوصی که الان دارین اینجا میبینین که اینم چرخشی هستش، بهش میگن رابر کپ، در واقع یه جور لاستیکه، یه حالت کپ لاستیکی، با این میایم روی دندونا میکشیم، این پالیش میکنه، برق میندازه دندون، و این دندون که برق میفته دیگه خب طبیعتاً کمتر در آینده عرض کنم که جرم میگیره یا رنگ روش تشکیل میشه. در پایان باید بهتون بگم با تمام این تفاصیل و داستانا بازم یه مدتی بعد دوباره جرم و رنگ تشکیل میشه. حالا بعضیا به من میگن دکتر خب چه کاریه ما میریم جرم گیری بکنیم مثلا دوباره رنگ تشکیل میشه، منم خیلی راحت بهشون میگم شما حموم هم نرین دیگه، خب چه کاریه دیگه، خب دو روز دیگه دوباره عرق میکنین دیگه، چه کاری آدم، مثلا غذا نخورین دیگه چه کاریه، خب آدم دو روز بعد دوباره گشنش میشه، خب دلیل نمیشه دیگه، بالاخره 6 ماه یه بار، سالی یه بار، بالاخره بر اساس میزان استعداد شما در جیم گرفتن بالاخره باید جیم گیری رو انجام بدین، یه عمل بهداشتی سالی یه بار بعد انجام میشه، 6 ماه یه بار بعد انجام میشه، خب انجام بدین دیگه، اینقدر نق زدن نداره دیگه، خیلی هم لثه ها سبک میشه، حس خوبی به آدم دست میده بعد از جیم گیری کردن. افسانه ها و خرافات هم در این زمینه رو هم فراموش بکنین، جیم گیری نمیدونم دندون چی میکنه چی نمیکنه، الان خودتون دیدین دیگه از نمای نزدیک، غیر از اینکه دندونتون تمیز میشه، قشنگ میشه، قابل تحمل میشه، بوی بعد دهانتون از بین میره، خونریزی لثه‌تون برطرف میشه، غیر از اینکه این خواص رو براتون داره هیچ ضرری بهتون نمیرسونه، به شرط اینکه جای درست و فرد مناسب و تخصص دار این کار رو انجام بده. دندانساز تجربی، منشی مطب، اینها کسایی نیستن که مجوز انجام جرم گیری کردن رو داشته باشن، میدین دستش رو میدین خراب میکنن دیگه، هر کار دیگه به دستش خراب میکنن، ترمیم دندونتون مثلا بدید اون خراب میکنن دیگه، خب اینجوری باشه که همه کار دندانپزشکی ضرر داره. خسته نباشین، نمیدونم از این ویدیو خوشتون اومد یا نه، اگه خوشتون اومده خواهش میکنم یه کامنتی، لایکی، چیزی برامون بذارین، ما هم لذت میبریم از اینکه برای شما ویدئوهای جدید بسازیم و شما دوست داشته باشین. بگین اگه ویدئوی خاصی هم مد نظرتون هست در مورد تاپیک خاصی رو مد نظر دارین حتما ما بگین، و اگه از طریق یوتیوب دارید این در واقع این ویدیو رو میبینید حتما لایک کردن و سابسکرایب کردن کانال یادتون نره، چون از ما حمایت بزرگی میکنین از این طریق. روز روزگار بر همتون خوش، تا یه ویدیوی دیگه پر از انرژی همه شما دوستان رو ببینم. خدافظ.